وقت بخیر. از استودیوی لندن ایران اینترنشنال همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. واکنش های گسترده جهانی به کشته شدن ده ها غیر نظامی در حمله اسرائیل به رفح. امانوئل مکرون میگوید هیچ منطقه امنی در رفح وجود ندارد. تاکید عضو جبهه اصلاحات بر ادامه قهر مردم با صندوق های رای. محمود صادقی میگوید حاکمیت یک دستی را تغییر نمی دهد و به دنبال ادامه یافتن دولت رئیسی است. اعتراض برنده نوبل صلح به برگزاری مراسم یادبود رئیسی در سازمان ملل. نرگس محمدی این مراسم را گرامی داشت اعدام و دیکتاتورها توصیف کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه عمان به ایران و مذاکرات مخفیانه جمهوری اسلامی با آمریکا در مسقط، سخنگوی وزارت خارجه تلویحاً سپرده شدن مذاکرات هسته‌ای به علی شمخانی را تایید کرد. با سابقه گزارش صدا و سیما درباره سقوط بالگرد رئیسی در رسانه‌های اجتماعی، کاربران می‌گویند این گزارش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی می‌خواهد چیزی را پنهان کند. و در خبرهای ورزشی این ساعت، پایان هفته اول لیگ ملت‌های والیبال با قرنشینی ایران، ملی‌پوشان مقابل آرژانتین هم شکست خوردند.